به نام خدا. سلام، فاطمه سادات متولیان هستم از کافه پونه. کافه پونه برنامه‌ای برای دختران و زنان این سرزمینه. مهمان امروز کافه پونه یک بانوی بلاروسیه، خانم تاتسیانا ایلوشچانکا. درست گفتم؟ سلام، خیلی خوش اومدین. من هم سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز کافه پونه عرض میکنم. خب حالا این اسمی که من در مورد ایشون گفتم اسم قبلیشون بوده، درسته؟ درسته. الان شما رو چی صدا میکنن؟ الان لیلا رجبی. لیلا رجبی. خب چی شد که تاتسیانا ایلوشچانکا شد لیلا رجبی؟ خب من سال 1386 ازدواج کردم، اومدم از بلاروس ایران که اسم خودم تغییر کردم، انتخاب کردم دیگه لیلا، فامیلیم شده فامیلی همسرم رجبی. توی قصه های عاشقانه ما، خب لیلا، لیلی همیشه نماد معشوق بوده. توی داستان های بلاروس به چه صورت؟ شما اینو داشتین؟ نه، متاسفانه من اینو نداشتم. چی شد که اون وقت این اسم رو برای خودتون انتخاب کردین؟ خب دیگه بین اسم انتخاب کردم که خوش اومد از این اسم. خودتون یا همسرتون؟ هر دوتون. هر دو. چطور با هم آشنا شدیم؟ ما در یکی از مسابقات آشنا شدیم، چون هر دوتمون ورزشکار بودیم. سال 1384 آشنا شدیم که دو سال بعدش ازدواج کردیم. بعد زبان مشترک داشتید؟ نه، نداشتیم. چجوری با هم ارتباط برقرار کردیم؟ خب اولش همسرم مربی روس داشته که ایشون بهش کمک میکرده، بعدش این مربی رفتش از ایران. دیگه منم در طول این دو سال یواش یواش زبان فارسی یاد گرفتم. الان خوبید دیگه؟ الان آره، الان متوجه میشم دیگه، خیلی سال اینجا زندگی میکنم. چند سال شده؟ الان دیگه شده 12 سال. بریم سراغ مردای ایرانی و مردای بلاروسی. چه تفاوتی با هم دارن؟ ببینید، نمیتونم اینجوری بگم چه تفاوتی دارن. خب مثلا شما میدیدین؟ چند سالتون بود ازدواج کردین؟ ببینید، من 24 سالم بوده. ولی بی نیست که شما انتخاب میکنید بین یک کشور و یک کشور دیگه، بگید که مثلا مرد ایرانی این خصوصیات داره، مرد بلاروسی خصوصیات دیگه. شما بین آدم خواه انتخاب میکنید، چون بالاخره اون عاشق کسی که میشید مهم نیست چه آدم ایرانی باشه یا نمیدونم فرانسوی یا کسی دیگه، چون شما عاشق این آدم میشید. در واقع عاشق اخلاقیات میشید، درسته؟ اخلاقم نمیشه گفت، چون وقتی شما عاشق میشید شما میتونید شاید آدم بدیم باشه ولی عاشق میشید. عشق در یک نگاه، عشق یه چیزی که نمیشه اصلا توضیح بدید چرا شما عاشق شدید. درسته. خب نسبت به فرهنگ ایران نظرتون چیه؟ قبلا که تو بلاروس بودین اصلا اسم ایران رو شنیده بودین؟ بله، اسم ایران رو شنیدم. خب متاسفانه شما خودتون میدونید که در کشور اروپایی یا شرق اروپایی، درباره ایران، درباره کشور آسیا شرقی خیلی نظری خوبی ندارن. یه سری تبلیغات خیلی انجام میشه، تبلیغات خیلی منفی، و اون چیزی رو که ما درباره ایران میشنویم خیلی منفی است. پس چیزای منفی شنیده بودین از ایران؟ بیشتر. آره، بیشتر منفی است. حالا که 12 ساله اومدید ایران، چقدر اون چیزایی که شنیدین؟ اصلا اینطوری نیست، خیلی چیز اینطوری نیست. میتونید بگید چیا بود؟ بعد الان تفاوتاش چیه با چیزی که دیدی؟ خب خیلی میگویند که مثلا زن هیچ حقوقی، هیچ حقی در ایران نداره، در صورتی که اینجوری نیزم و خیلی حقوق اینجا دارم نسبت به مثلا شاید خیلی کشور اروپایی. ممکن است یه سری چیزی کمتر هستش، ولی در واقعیت اینطوری نیست. آخه خیلی از دخترهای ما فکر میکنن که برای اینکه آزادی داشته باشن باید برن کشورهای اروپایی. ببینید، هر کسی واسه خودش یه آزادی، درسته؟ ببخشید یه عقایدی داره. یه عقایدی این چی؟ یه طرز فکر داره. بله بله، یه طرز فکر درباره آزادی داره. اگر نه آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی لباس نداشتن؟ خب آزادی نیست، چون شما ببینید اصلا درباره را اگر واقعیت بگیم یه سری چیز مشکلات اینجا هست، ولی خیلی چیزی هم بهتر هست. چیا بهتره؟ خب ببینید، شما مثلا به عنوان یه زن میتونید در ایران
راحت تر زندگی کنید از نظر این که مثلا همسر باید سپورت زندگیتون باشه. در صورتی که مثلا در اروپا اینجوری نیستش. اکثرا دو نفر باید کار کنه. 50-50. 50-50 ولی بعض تو ایران بعض این اتفاق الان میفته که هم 50-50. ولی اینجوری که نمیتونم بگم. چه زمانی وارد ورزش شدید؟ زمانه که چقدر سالم بوده؟ چجوری شروع کردین؟ از کجا شروع کردین؟ خب ببینید ما در مدرسه استعدادیابی شدیم که مربیان میمدن در مدرسه و بین بچه انتخاب میکردم. دیگه من انتخاب شدم واسه اینکه دومین دانش شروع کنم. بعدش در یکی از تمرین قبل از مسابقات هم انتخاب شدم برای رشته پرتاب وزنه. و این روند رو این مسیر رو ادامه دادید درسته؟ بعد از اینی که اومدید زیر پرچم سرنگ ایران قرار گرفتید و به هر حال افتخار آفرینی کردین چه حسی دارید؟ چی شد که این تغییر رو دادید؟ چی شد؟ اومدم ایران ازدواج کردم، اینجا زندگی میکردم و تصمیم گرفتم به خاطر اینکه اینجا دارم زندگی میکنم بهترین کار است که برای همین کشوری که دارم اینجا زندگی میکنم مسابقات بدم، که هم عضو تیم ملی شدم، اولش ریکورد ایران رو جابجا کردم. البته هم توی مسیر خیلی مشکلات زیاد بوده. چه مشکلاتی داشتی؟ چرا چه من اولین نفر بودم که خارجی بودم، که خانم بودم، چون شما الان در تیم ملی ما نداریم کسی که ایرانی نباشه ولی زیر پرچم ایران شرکت کن. ممکن است ما دو رق داریم مثلا کسی که ایرانی باشه در اروپا در دنیا بیان، مثلا تو تیم فوتبال ما داریم چند نفر. ولی اینجوری که یک خریجی بیاد برای ایران شرکت کنه خیلی مخالفت میکردم که این اتفاق بیفته. ولی خوب بعدش دیگه موفق شدم که منم از تیم ملی ایران شدم. عکس العمل مردم ایران در مواجهه با شما چیه؟ نمیشه بگیم که همه مردم، ولی بیشتر از مردم ایران من بیشتر محبت دیدم و چیزی خوب دیدم. محبت؟ بله. دوستتون دارن؟ پس نمیشه گفت که همه، نمیشه که همه مردم شما را دوست داشته باشن. آره همه که نمیشه. ولی اکثرا بله من خیلی خوشحالم بابت اینکه واقعا اینجا جایگاهی خودم را پیدا کردم. به نظرتون یک زن ایرانی الان میتونه رکوردی رو که شما کسب کردید جا به جا بکنه؟ ببینید نمیشه گفت که نمیتونه، ولی هم امکانات میخواد هم خیلی سالها طول میکشه که این اتفاق بیفته، چون هر رکوردی یه زحمتی داره. زحمت؟ آره. چون شما چقدر زحمت کشیدید؟ خب سالها زحمت کشیدم تا برسم به رکورد. چون اینجوری نیست که شما یه دفعه بیاید در یک رشته و بتونید موفق بشید. بعد واقعا تو این رشته خاک بخورید، زحمت بکشید، استعداد داشته باشید تا به یه جا برسید. فارسی رو خوب یاد گرفتین. خاک بخورید از اصطلاحای ما درسته؟ ناره. شما ناره. که ندارین؟ نه، من ندارم. خب، زحمت کشیدید. نه، دیگه مثل بقیه ورزشکاران که به یه جا رسیدم، چون این راهی واقعا سخت. یعنی نه که تنها راهی گهریمانی، هر راه که شما میخواید به موفقیت برسید راهی خیلی سخت است. روتین روزانه شما چیه؟ مثلا یه روز صبح که از خواب بیدار میشید چی کار میکنید در طول روز؟ خب ببینید الان من مربی هستم، مربی بدنسازی هستم که دیگه بیدار میشم میرم به شاگردم تمرین میدم. یعنی صبح زود دیگه چون الان ورزش قهرمانی من گذاشتم کنار، دیگه در تیم ملی ایران نیستم. الان من رو بگیری میکنم تمام وقتم و زندگیم رو گذاشتم واسه کار که دوست دارم الان اینجا موفق بشم. غذاهای ایرانی رو یاد گرفتین بپزین؟ آره یه سری چیزی بلدم. چی خوب میپزین؟ من فکر میکنم قرمه سبزی. سبزیشو آماده میخرین یا یاد گرفتین چیه سبزیاش؟ آماده میخرم چون واقعا سخت ازم بره. دیگه چی چی خودتون خیلی دوست دارین؟ من خیلی دوست دارم، من همین چیز دوست دارم. خب خوشمزه ترین غذای ایران چیه؟ به نظرم کوفته. کوفته؟ کوفته تبریز؟ آره. نظرتون در مورد ورزش با حجاب چیه؟ به نظرم مثل هیچ مشکلی اصلا نیست. البته بعضی رشته ورزشی با رشته ورزشی فرق میکنه. یه سری رشته ورزشی هست که حجاب میتونه مانع برای پیشرفت داشته باشه، مثل شنا، مثل یه سری رشته دیگه، چون
ببینید حجاب قرزین مهم است اون کیفیت لباس. شما چی میخواید بپوشید؟ اگر کیفیت لباس خوب باشه زیاد چیزی مشکل نداره در ورزش. اگر که برگردین عقب بازم حاضرید که بیایید ایران و مسیر رو که طی کردید دوباره طی بکنید؟ میدونید خیلی سوال سختی، ولی من یادمی خواستم که هیچ وقت پشیمون نمیشم از اون کارهایی که انجام دادم. چرا؟ چون این انتخاب خودم بوده. اینجوری نبوده که کسی به جای من انتخاب انجام داده. به خاطر این فکر میکنم که اگر برگردم به عقب همون راهو طی میکنم، ولی دیگه اگر این تجربه الانی که دارم داشته باشم شاید این راهو بهتر بتونم طی کنم. یه سری اشتباهات انجام ندم. پای تصمیمایی که میگیرید وای میسید؟ بله همیشه. چقدر خودتون رو بانوی موفقی میدونید؟ ببینید من همیشه دوست دارم از اون چیزی که خواستم همیشه موفق تر باشم. یعنی همیشه اینجوری نیستم که بگم من موفقم. ممکن از بقیه آدم از نگاهشون از بیرون بگن این موفق هستش، ولی آدم همیشه میتونه بیشتر تلاش کنه به یه چیزی بیشتری برسه و اون هدف رسیدن به یه چیزی بیشتری باعث میشه که آدم میتونه موفق تر بشه. لیلا رجبی توی این سنی که هست الان از این جایگاهی که وایستاده راضیه؟ خوشحاله؟ نه، آدم هیچ وقت نباید خوشحال باشه. بعد چه تلاش هایی دارید میکنید برای این که حالا اونطور که دوست دارید رقم بخوره بقیه مسیر؟ خب تلاش میکنم بیشتر کار کنم، بیشتر مطالعه کنم که بتونم موفق تر بشم. کتاب های ایرانی هم خوندین؟ آره، بیشتر شعر دوست دارم. شعر چه شاعری؟ بیشتر احمد شاملو دوست دارم. دیگه از شاعرهای ایرانی کیو دوست داری؟ نه، بقیه رو میخونم ولی اینجوری نمیشه که دوست دارم. الان رو گردنبندتون شعر مولانا نوشته بله، شده بله. میتونید بخونید برامون؟ حفظین شعرشو؟ حفظ نیستین. خیلی یک بیت خیلی زیبایی از مولانا نوشته شده. منم حفظ نکردم ولی وقتی خوندم لذت بردم. چون خودم انتخابش کردم. خودتون انتخاب کردین. آثار باستانی ایران رو هم رفتین دیدین؟ بله. کجا رو خیلی دوست داشتین؟ من بیشتر دوست دارم تخت جمشید. نظرتون در مورد اصفهان چیه؟ اصفهان رو دوست دارم، هم چند بار بودم اونجا، ولی تخت جمشید بیشتر دوست دارم. به چند تا از شهرهای ایران سفر کردین؟ به خیلی. بعد به نظرتون مثلا مردم شهرهای مختلف با هم اخلاقشون فرق میکنه؟ ببینید در ایران نظر این است که فرق میکنند، ولی به نظرم نه. به نظر شما؟ همه جای شهر، همه جای دنیا، همه آدم بعضی دارن، همه آدم خوبی دارن. اینجوری نمیشه گفت که مثلا یه شهر اخلاقشون اینجوری است. همین فرق میکنه. شاخص، ویژگی شاخص اخلاقی رفتاری زنهای ایرانی به نظرتون چیه؟ نمیدونی؟ با مثلا خانم ها که تعامل داشتین مثلا من میگم مثلا سخت کوشیشون. سخت کوشی در چی؟ برای رسیدن به اهدافشون. اینطور نیست؟ چرا ممکن است؟ ولی بس نمیشه گفت که همین نسبیه. همه چی آره. نسبیه. آره. ولی خب اینجا چون از قبل برای زن اون شرایط امکانات نذاشتن که اون راحت تر برسه به هدفش. به خاطر خیلی از خانم خواهد بیشتر تلاش میکنم و این باعث شده که سخت کش باشم. به مادر شدن هم فکر میکنید؟ الان نه. الان نه. دوست دارید مادر بشین؟ ممکن. چه جنسیه به نظرتون مادر شدن؟ چه جنسیه؟ یعنی چه حس و حالیه مادر شدن؟ بهش فکر میکنید؟ اینکه حالا یک نوزادی رو خودتون به دنیا آوردید، حالا تو بغل خودتونه، چه شکلیه؟ حسی که خوبی، ولی هیچ کی حسی نمیتونه بفهمه. تا این حسو نداشته. تجربه نکنه. تا تجربه نکنه تا داشته نباشه. چون شما این حسو تجربه کردید، الان این حس بهتون یه خوشحالی، یه چیزی درونی میده. ولی هیچ کی نمیتونه شما رو درک کنه.
کسی که بچه نداشته و بچه رو در دنیا نبرده. خب ولی مثلا ممکنه بتونید خودتون رو در اون لحظه قرار بدید. شما میتونید تصور کنید ولی هیچ وقت نمیتونید درکش کنید. نه مثلا من که مثلا نمیتونم اصلا رفتن روی سکو رو برای گرفتن مدال درک بکنم. ولی شما اون رو تجربه کردید. چه حسیه راستی؟ حسیه خیلی خوبه. چرا؟ چون شما چون خیلی فکر میکنند که شما اون یه لحظه فقط میرید روی سکو. ولی زمانی که شما آنجا وای میسید تمام سلخ زخمات تمام چیزی که سختی خواهی کشیدید جلوی چشمتون میاد همه جلوی چشم. بعد یه احساس رضایت به آدم دست میده. نه نه رو بسته که داره چه سکوی باشه. اگر سکوی میدال طلا باشه بله. خب چرا نقره مگه نداره این حس رضایتو؟ نه هیچ ورزشکاری راضی نیست از نقره نه از برونز، چون همه آرزوشون و هدفشون فقط میدال طلا. شما فکر میکنید تو زندگی حالا واقعی حالا تو زندگی ورزشی میگید که فقط مدال طلا که ارزش داره، تو زندگی واقعی اون مدال طلا رو باید ته هر کاری آدم به دست بیاره تا راضی باشه، یا نه صرف اون تلاش کردن ارزشمنده؟ صرف تلاش کردن ارزشمند است ولی باز بستگی به آدم داره، چون بعضی آدم هدفشون خیلی بزرگ هستش و اگر نمیرسن بهشون راضی نمیشون. به خاطر این من که خودم ورزشکار بودم و همیشه بالاترین هدف در نظر میگرفتم تو زندگی عادیلم همینطور این دوست دارم به یه چیزی بزرگ برسم. چیه هدف لیلا رجبی تو زندگی؟ خب الان نمیتونم بهتون بگم، چون هدف مثل یه آرزو است که یه چیزی مثل یه راز که باید در درون آدم بمونه. چیزی هست توی دلتون در مورد مثلا تعامل با مردم ایران که خواسته باشید بهشون بگید ولی نتونسته باشین؟ نه من فقط از تمام مردم ایران تشکر میکنم. و بعد اون زمانی که من در تیم ملی ایران بودم همیشه از من حمایت کردم، همیشه به من محبت لطف داشتم و اینکه من ایرانی نیستم. ما از شما تشکر میکنیم که برامون مدال آوردیم. بعدم یعنی که منو قبول داشتم، دوست داشتم و همیشه پشت من بودم. بسیار خوب. ما بریم شما یه مقداری آب بنوشین و گلوی تازه بکنید. ما قسمت بعدی برنامه رو ادامه میدیم با خانم رجبی. خب ما گویمون رو آوردیم و میخواییم با خانم رجبی جملات ناقص رو کامل بکنیم. بفرمایید. وقتی خیلی خسته دوست دارم، یعنی باید ادامه بدمش؟ بله. وقتی خیلی خستم دوست دارم یه جا برم که تنها باشم. تنها؟ آره. مهمترین تغییری که در زندگی تجربه کردم مادر شدن بود. یک بیت از زیباترین شعر فارسی که من حفظ نیست. هیچ بیتی؟ بیتی نه که حفظ باشم. نه من الان گوشوارتون رو دیدم ه نوشته. بله. چرا؟ خب هیچ به چی برمیگرده؟ یکی از شعر مولانا هستش. حدودی هیچ. چی میگه؟ یه ذره شو بگین من بقیه شو بگم. دنیا هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ هیچ سایمایه. این خیلی براتون شیرین بوده این بیت؟ آره اعتقادتون؟ بله. یعنی بله. اعتقاد نمیدونستین چیه؟ انتخاب کردم. بله. خب بفرمایید. دوست دارم خانواده پر جمعیت کم جمعیت داشته باشم. چون من دوست دارم کم جمعیت داشته باشم که بیشتر وقت بتونم به تمام عضو خانواده بذارم در اختیارش. خودتون خانوادتون به چه صورت بوده؟ خواهر برادر داشتید؟ من یه دونه برادر دارم ولی خودم دوست دارم یه دونه بچه داشته باشم.
پس فکر کردین به مادری؟ فکر میکردم ولی وقتی دارم فکر میکنم دوست دارم بیشتر داشته باشم، ولی اگر فکر نکنم هم یه بچه کافی است. فکر کنید دوست دارید بیشتر بچه داشته باشید؟ نه، اگر خودم ببینم یعنی تصور کنم که مادر هستم، که فکر میکنم دوست دارم بیشتر داشته باشم بچه از یک دونه. خب اگر خانم فقط یک پنجره داشت، دوست داشتم آن یک پنجره به جایی باز شود که من جنگل رو خیلی دوست دارم. دوست دارم که پنجره رو به درخت ها و هره آبشارم باشه. خوبه، همین دارم خواهم اتفاق بیفته که ممنونم یک پنجره تو جنگل داشته باشت. چرا شما خواهمش چیزی خوب دستتون میاد؟ میتونم من یکی دیگه عوض کنید، اشکال نداره. اصلا سال شما کلاس رفتین برای اینکه فارسی رو یاد بگیرید؟ نه، من خودم یاد گرفتم. خب خیلی راحت هم میخونید. خب دیگه سال خوب میخونم. استعدادتون خوب بوده. ممنون از استعدادتون. اگر بتونم چیزی رو در این دنیا تغییر دهم، دوست دارم که هیچکی مریض نشود، یعنی اصلا مریضی تو دنیا نداشته باشه. المپیک ریو برای من یادآور سوال شماست. یادآور تلخ، چون خیلی اتفاقات اونجا افتاده که باعث شده که من ورزش قهرمانی کنار گذاشتم. بفرمایید. دوست ندارین بگین؟ چرا؟ ولی میخواین یه سر اشاره کنین. خیلی تلخ از اون گذشت که دیگه یه سری اتفاقات از طریق ماجرای تلویزیون افتاده دیگه، که من به عنوان یه افراد به غیرت خوندم در تلویزیون در صورتی که اینطوری نبوده، و هر ورزشکاری که اعزام میشه به مسابقات آرزوشون فقط که موفق بشه. اگر نه، این تمام سال خزمت که شما کشیدید نمیشه که شما همینجوری بیخیال برید مسابقات بدید. ولی خب یه سری افراد نمیدوند که ممکن است یه اتفاق در اون روز بیفته برای آدم که اون روز شما نباشه. اون روز شما نبود؟ واقعا نبوده، و واقعا تمام هر کسی که ازام میشن به این مسابقه دوست دارن میدال بگیرن، دوست دارن موفق بشن، ولی خب فقط تعداد کم میدال ما داریم و هر کسی نمیتونه، یعنی دیگه شانس اینطوره. سخت‌ترین کار دنیا برای من فکر میکنم، حتی نمیتونم جواب بدم سخت‌ترین کار دنیا برای من. چه کاری خیلی سخته؟ هیچ وقت برش بکنم. اون چیز رو انجام بدم که دوست ندارم انجام بدم. خیلی سخته. آره، چیزی که تو دلم نیستش و نمیتونم قبول کنم که این کار رو انجام بدم. راستی نظرتون در مورد کار خونه چیه؟ کار خونه؟ نظر مثبتی دارم. خوبه؟ خوب که هست، ولی دیگه بستگی داره. اگر شما خونه دار هستید، کارتون باید کار خونه باشه، به خاطر که باید به همسرتون کمک کنید. ولی اگر شما کار میکنید، همسرتون هم کار میکنید، به نظر یه چیزی باید تقسیم بشه. نمیشه که خانم هم کار کنه هم کار خونه انجام بده، یعنی باید همسر کمک کنه. در واقعیت این کمک کردن باید میشه که زندگی بهتر بشه. درست. نوبت منه؟ بله، نوبت شماست. اگر یک اتوبوس داشتم کجا میرفت؟ ما بچه که بودیم یه کارتونی تلویزیون نشون میداد به اسم سفرهای علمی. یه سری بچه سوار این اتوبوسه میشدن، میرفتن تو بدن آدم. بعد الان یه لحظه یاد این افتادم که شاید دوست داشتم که اون اتفاق بیفته. بفرم. آخرین باری که گریه کردم، فکر میکنم چند روز پیش بوده، ولی چرا نمیتونم بگم؟ نه، نمیپرسم چرا. چند روز پیش بوده. چه ویژگی اخلاقی رو تو خودتون خیلی برجسته میبینین؟
یعنی مثلا فکر میکنید که بخواید خودتون رو معرفی بکنید، میگید مثلا من لیلا رجبی چیم؟ مهربون، بخشنده. آخه من یادم میخواستم که هیچ وقت در برای خودم نمیتونم تعریف کنم، میگم من اینطوری خواستم که من مثلا شاید بیشتر دوست داشته باشید اون چیزی رو که خودتون در من میبینید، ولی من خودم هیچ وقت معرفی نمیکنم. خب خودتون چه حسی؟ اون که تو خودتونه. خودم خواهم هیچ وقت ارزیابی نمی کنم که بگم من چی آدمی خواستم. چجوری مگه میشه آدم خوش ارزیابی نکنه؟ من اونجوری تو تنهاییاتون مثلا میشینید میگید لیلا اینجا رو اشتباه رفتی؟ نه اگر اشتباه رفتم مثلا بدون... اینجا ما خیلی چوب مهربونی تو خوردی مثلا. نه اینجوری نیست، میدونید نمیشه گفت که شما مثلا چوب مهربونی خوردید. خب میدونم میگم چه صفتی تو خودتون پررنگه. من متوجه میشم شما چی میگید، ولی من بس اون چیزی رو که خواستم، یه خصوصیت دارم، اون چیزی که خواستم هیچ وقت در خودم نمیبینم و دوست ندارم ببینم، چون دوست دارم اون بقیه ما رو ببینم. بگم من اینطوری لیلا خواستم، اینطوری لیلا خواستم. خب اینم خیلی صفت خوبیه. نمیدونم خوب یا بد، ممکن است یه جای بعدم باشه. چون برای خودتون هیچ خودتون از خودتون تعریف نمیکنید. تعریف نمیکنید و ممکن است اون خصوصیت خوبتون قبول ندارید. شاید اگر مثلا قبول داشتید و تقویتشون میکردید و شاید بهتر بوده. خب این که بد شد، این که هیچ خصوصیت خوبی رو در مورد خودتون قبول نداشته باشید. یه سری افراد میدونید از بچه که ممکن است یه خلیت خجالتی دارن که وقتی بزرگ میشن دوست ندارن کسی در برش تعریف کنه و خودشون قبول ندارن تو اون تصویری که بقیه میبینن، چون بعض به خاطر اینکه آدم تلاش میکنه بهتر باشه از اون چیزی که خواست. خب همین میخوام بگم این عامل پیشرفتتونه، درسته؟ بله. کمک میکنه؟ بله، چون شما اون چیزی رو که این اعتماد به نفس نیست که بگیم اعتماد به نفس آدم نداره، اعتماد به نفس یه چیزی دیگه است، ولی اون چیزی رو که شما قبول ندارید و میگید نه من پایین تر از میخواستم، بس میشه که شما تلاش میکنید که بهتر بشید. ولی اگر شما قبول داشته باشید بگید های رو من میخربونم یا من اینجوری خواستم، بس میشه که شما استاپ میکنید. حالا من بس بگم صفتتون رو، شما بسیار تلاش کردید. تلاش من بله، برای همین هایی هم که میگید میخواید بهش برسید دارید تلاش میکنید. آره خوب زندگی اینجوری خواستش که باید تلاش کنید. هممون، درسته؟ همه. میشه کسی بدون تلاش برسه موفق بشه؟ من ندیدم. ما هم ندیدیم. اگر دیده باشم که بگم، ولی واقعا چون من سالها در ورزش بودم، هر کی به یه جا رسیده خیلی تلاش کن و خیلی نمیدونن، خیلی نمیبینن این تلاش رو، فقط میبینن اون لحظه، لحظه رفتن رو ساکو، ولی چه آدم آسیب خیلی داشته، چه نمیدونم کمبود خیلی تو زندگی داشته، دوتا بینسته به یه جا برسه هیچ که نمیدونم. روزی چند ساعت؟ خب من زمانی که ورزش قهرمانی انجام دادم 6-7 ساعت تمرین میکنم. حتی شما که الان اینجا میشین خیلی تلاش کردید اینجا برسید. هر کسی نمیتونه جای شما باشه. لطفتایی. خب واقعیتش این است. میتونیم بگیم نه مثلا یه مجری مثلا رسیده اینطوری، ولی واقعا خیلی سخت کشه. سوال منه یا شما؟ سوال شما. من گریه کردم. گریه بود؟ من عاشق همسرم هستم چون همسر من اصلا دروغ نمیگه. این خیلی خصوصیت خوبی برای من. خیلی. شاید یکی از بهترین خصوصیت که میتونه داشته باشه. خوب. زن خبی حمایت مرد خا نیاز دارند ندارند چون؟ من فکر میکنم حمایت باید دو طرف باشه. هم زن ها نیاز دارن به حمایت مرد، هم مرد ها نیاز دارن به حمایت زن، چون که باعث میشه که هر دو تان بتونن رشد کنن. درسته، هر دو انسان هستیم. هر دو انسان اصلا جنسیت نیازمند. جنسیت تو حمایت به نظرم اصلا وجود نداره توی این مسئله حمایت. آره، ولی اون حمایت که میتونه انجام بشه از طریق مرد از طریق زن میتونه فرق داشته باشه. جنسش فرق میکنه. آره جنسش فرق، ولی خودش حمایت باید داشته باشه. بسیار من یه کلماتی رو میگم، شما اولین چیزی که به ذهنتون میرسه بگین. ترافیک تهران خیلی خسته کنند. خیلی. دین اسلام. دین اسلام کامل ترین دین. بدنسازی.
بدن سازی سلامت. مربیگری. عشق. مادر. مادر. چیزی که تجربه نکردم. خودتون مادر داشتین؟ خودتون منظورتون مادر؟ آره آره مادر خودتون. مادر همین چیز که میتونه در زندگی آدم باشه. بلاروس. بلاروس زادگاه. عید نوروز. عید نوروز جشن بهار. فرودگاه امام. فرودگاه امام دلتنگ. دلار. دلار. دلار که اقتصاد ما خیلی بد شده واقعا. دلار شاید الان مردم یه احساس ناامیدی دارن چون واقعا زندگی خیلی برای خیلی سخت شده. جاده چالوس. جاده چالوس من خیلی شمال نرفتم ولی بعضی یه سری فصل خیلی هستش که خیلی دوست دارم اونجا باشم. آبگوشت. آبگوشت. آبگوشت خیلی خوشمزه است. 18 متر و 18 سانتی متر ریکورد ایران. و کافه پونه. کافه پونه احساس خوبی دارم، احساس رمشی دارم و صحبت خیلی خوبی. خوب بود، راضی بودی؟ بله. خیلی متشکرم. ممنونم. خانم لیلا رجبی میخوان بین دو گزینه‌های ما یک گزینه رو انتخاب بکنن. ورزش کردن تو باشگاه یا ورزش کردن تو باشگاه یا تفریح با دوستان. ورزش کردن در باشگاه. البته هر دو تاش، هر دو تاش لازم باش. یکیش. فکر کنم با دوستان، چون قدر دیگه ورزش کردیم که همون تفریح با دوستان بهتر باشه. 1,000,000 فالوور اینستاگرام یا 1 سفر هیجان انگیز. یک سفر هیجان انگیز. اهل اینستاگرام هستین؟ بله. خوبه فضای مجازی؟ بله، کمک میکنه. خوبه، هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه، بستگی به خودتون داره به نحوه استفاده. چجوری میخواید ازش استفاده کنید؟ تمرین با یک دوست ورزشگاه یا تفریح با یک دوست شکمون؟ تفریح با یک دوست شکمون. جدا؟ زمستون برفی یا تابستون داغ؟ زمستون برفی. برف دوست داری؟ آره. تجربه کردن یا استفاده از تجربه دیگران؟ تجربه کردن. اهل ریسکی؟ خب همه آدم ها باید یه تجربه کنن تا به جا برسن، تا بفهمن، تا درک کنن. اسکی یا شنا؟ هیچ کدومش. برف که دوست داشتی؟ خب برف دوست دارم ولی اسکی دوست دارم. گشتن تو اینستاگرام یا صحبت با یک دوست؟ صحبت با یک دوست. من نمیتونم بخونم ولی احتمالاً یکی از شهرهای شماست. ویتبسک. ویتسپسک. چی؟ ویتسپسک. یعنی حتی دوباره نمیتونم تکرارش بکنم یا بوشهر. ویتسپسک. 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 آره. یه ذره سخته چون تلفظش. قرمه سبزی یا درانکی؟ درانیکی؟ قرمه سبزی. درانیکی چیه؟ درانیکی یه کتلت از سبزی مینی درست میشه. شما دارید؟ شما هم دارید یه کتلت سبزی مینی؟ کوکوی سیب زمینی؟ نه کوکوی سیب زمینی نه، یه حالت کتلت. گوشت داره که کتلت دیگه. آره کتلت. ما بهش گوشت میگم... سیب زمینی و... آره آره. ما داریم با گوشت، داریم بدون گوشت. اسمش درانیکی. باکس جامپ یا تناب؟ باکس جامپ. خرید به شرط نیاز یا خرید برای تفریح؟ خرید برای تفریح. لباس ساده یا لباس پر از طرح و شلوغ؟ لباس ساده. پوششتون هم مشخصه که سبک‌های مینیمال رو دوست دارید، درسته؟ بسیار خوب. من از صحبت کردن با شما لذت بردم. زنده باشید. ممنونم که اومدید به کافه پونه، روی این صندلی نشستید روبروی من و بسیار ممنونم از شما که این برنامه کافه پونه رو هم نگاه کردید. نظراتتون رو به ما انتقال بدین. بسیار خوشحالیم که همراهان و دوستان نازنینی مثل شما داریم. تا برنامه بعد کافه پونه، خدا نگهدارتون باشه.